مسئول یکی از مکاتب دختران در کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود به صدای امریکا تایید کرد که اداره امتحانات کنکور به روز یکشنبه فرم‌های ثبت نام امتحانات کنکور را به مکاتب دختران تسلیم داده است. اما او افزود که در این مورد کدام مکتوب رسمی به مکاتب فرستاده نشده و تمامی دساتیر به گونه شفاهی به آنان ابلاغ شده است. یکی از شاگردان صنف 12 در کابل میگوید با آنکه شاگردان اندکی امیدوار شدند ولی نگران آن هستند که آیا شامل دانشگاه خواهند شد یا خیر. فرم کنکور برای دختران در مکاتب تازه شده و ما خوشحال و امیدوار هستیم که با دادن امتحان کنکور میتونیم شامل پهنتون شویم. اما باز نگرانی ما ای است که مثل دختران شاگردای سال قبل نشویم. یعنی اونا امتحان کنکور دادن، قبول شدن، اما متاسفانه شامل پهنتون نشدن، چون برای فعلا پهنتون افغانستان برای دختران بسته است. در ضمن یکی از معلمان یک مکتب دولتی در کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به صدای امریکا گفت: جای بسیار تعجب است که همان دخترانی که سال گذشته امتحان داده بودند هنوز دانشگاه نرفتند و اینها از دختران دیگر امتحان میگیرند. به نظرم باید اول به دختران اجازه بدهند و دانشگاه بروند، بعد از آن از دختران دیگر امتحان کنکور بگیرند. این در حالی است که شماری از رسانه‌های محلی در افغانستان گزارش دادند که برگه‌های ثبت نام امتحانات کنکور در مکاتب دخترانه ولایت ننگرهار نیز توزیع شده است. برگه‌های ثبت نام امتحان کنکور به دختران در حال توزیع می‌شود که انتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، نشست را در مورد افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار می کند. شهلا فرید، استاد پیشین پوهنتون کابل می گوید فشارهای جامعه جهانی و دادخواهی زنان افغان باعث شده تا طالبان تصامیم عجولانه را عکس کنند. خانم فرید می گوید که او با پایدار بودن این تصامیم امیدوار نیست. مقامات وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی طالبان تا هنوز در این مورد به طور رسمی چیزی نگفتند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.